در مورد حوادث اخیر منا هم یک جمله ارز بکنیم برای ما از دو جهت عذاب بود مصیبت بود هم از جهت چند صد نفر حاجیان عزیز خودمون که مظلومانه ای بسا ای از اونها با زبان تشنه از دنیا رفت خانواده های اونها که خرسند بودند از اینکه عزیزانشون از حج برمیگردند آغوش رو برای اینها باز کرده بودند حالا باید با جنازه های اونها رو رو بشن این مصیبت بزرگی است هنوز هم تعداد کشته شدگان ما معلوم نیست ممکنه به چند نفر برسه این علت اول و ملت به معنای حقیقی کلمه در این قضیه مصیبت زده است اگر کشور ما و ملت ما بخواهد در مقابل عناصر اذیت کننده و موزی عکس عمل نشان بده اوضاع اونها خوب نخواهد بود ما خیشتنداری کردیم تا حالا خیشتنداری کردیم در قضایای متعددی خیشتنداری کردیم دست ایران اسلامی از خیلی ها بازتر از توانایی های ما امکانات ما از خیلی ها بیشتره میدانند که اگر بخوان هماوردی کنن با نظام جمهوری اسلامی در هیچ صحنه حریف نمیشن ما رعایت ادب اسلامی رعایت حرمت برادری در امت اسلامی رو نگه داشتیم ما میتونیم اکسال من نشان بدیم اکسالعمل های ما اگر بنا شد اکثر نشان بدیم خشن هم خواهد بود سخت هم خواهد بود امروز ده های هزار نفر از عزیزان ما هنوز در مکن در مکه و مدینه در مناسک حجن اندک بی احترامی به اینها اکثر ایجاد خواهد کرد عمل نکردن به وظایفشون نسبت به ابدان متحر جان باختگان عزیز ما در حج اکرالعمل ایجاد خواهد کرد مراقب باشند به وظایفشون عمل کنند